درود وی پایان به ایران درود وی پایان به شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین امروز ششم مهر ماه هست و من در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوزری هستم و می خوام به اتفاقاتی که الان داره توی ایران میفته صحبت کنیم دکتر جان درود بر شما درود بر شما درود بر بینندگان گرامی شما و درود بر دختران ایران درود بر دختران ایران که به راستی مایه سربلندی و سرفرازی ما هستند من همین چند ساعت پیش از فرانسه برگشتم در شهرهای کوچکی بودم روستا حتی باور کنید جای نبود جای نبود که از دختران ایران صحبت نشه جایی نبود که در مورد ژینا صحبت نشه که به راستی ژینا امروز در سرتاسر سر دنیاست ژینا زنده است ژینا کردستان است ژینا آذربایجان است ژینا سیستان و خوزستان است به راستی ژینا قلب ایران است و من این رو خودم از نزدیک شاهدون بودم در هر روستایی حتی که میرفتم، در اونجا با نام ژینا آشنا بودم و افتخار بزرگی که دختران ایران در میهن ما برپا کردن اجازه بدید من این کامل کنم که درودی هم بفرستیم به پسران و مردان و شجاعی که کنار این دختران ایستادن و واقعا فرق کرده یعنی داستان با سه چهار سال پیش خیلی تفاوت داره و ژینا اسم رمزیه برای نابودی جمهوری اسلامی برای نابودی این جور ستم و این حکومت عقب مانده خرافی خب دیگه چه خبر دکتر جان ببینید اگر اجازه بدید یک صحبتی داشته باشم با بل. هنرمندان با ورزشکاران با افراد سرشناس تا به حال که کاری نکردن برای دختران ایران اما میخوام بهشون بگم که با شما یا بدون شما دختران ایران پیروز خواهند شد اما اگر شما بیاید وسط بیاید به میدون و جیر خار این رژیم نباشید پیروزی زودتر نصیب ما خواهد شد در ایران ما ما دارای هزاران هزار کشتیگیر هستیم هزاران وزن بردار آخه ورزش و وزن برداری که همش وزن بلند کردن نیست و اون رو سر و جاش گذاشتن یه جره سقیر هم میتونه این کار رو به مراتب بهتر از شما انجام بده اما اگر وزن برداری یک فرهنگ هست در میهن ما یا کشتیگیری اگر یک فرهنگ هست کشتیگیری که همش این نیست شما برید اونجا و اون تشک رو بوس کنید و اون مراسمی رو که اجرا میکنید خب همه به جای خود اما اگر به راستی کشتیگیری هستید با فرهنگ ایران بازی در زندگی ایران باشه که کشتی بگیرید پا به میدون بگذارید پشت سر دختران ایران باشید ما به اندازه کشتیگیر داریم مگر کسی حریف شما میشه در خیابانهای تهران شما به راحتی هزار تای شما میتونید ها رو مسدود کنید صدا و, سیمان رو به برا... صدا و سیمای ایران رو برایتی تسخیر کنید مگر کسی حریف شما میشه اما فکر نکنید که پس از این همه سال کشتی همون بوس کردن تشک هست یا اون اداع و اطفارها رو درآوردن اگر به راستی به فرهنگ کشتی وفادار هستید در میدان جنگ هست که باستی کشتی گرفت و امروز دختران ایران زنان ایران پسران ایران به کمک شما نیازمند هستن. اما یادتون هم باشه بدون شما هم پیروز خواهم شد و این واقعا روی سخن من به هنرمندانم هست تا به حال که کاری نکردید به خوانندگان به سلبریتی ها تک و توک اینجا و اونجا یک حرفی میزنید بدون شما دختران ایران پیروز خواهند شد امروز سرتاسر سر دنیا رو گرفتن امروز در روستاهای فرانسه از اونها صحبت میشه اما پا به میدان بگذارید تا ایران خودمون رو زودتر نجات بدیم تا ایران رو زودتر نجات بدید اما بدون تردید بدون اپوزیسیون بدون کمک رسانه ها دختران و پسران ایران ثابت کردند که خود اونها رهبر هستند و من از اونها میخوام که این راه رو ادامه بدن و بارها گفتم هیچ کس دوست ما نیست ما تنهای تنهای تنها هستیم و هیچ اهمیتی هم نداره کمک امریکا کمک فرانسه به ما یا انگلستان به ما یا کانادا به ما هیچ اهمیتی واقعا نداره چون هیچ کدام از اونها دلشون برای ما نسوخته آقای بایدن سالهاست که طرفدار رژیم هست آقای ماکرون سالهاست که طرفدار رژیم هست آقای ترودو سال هاست که طرفدار رژیم هست شرکت های بزرگ نفتی سالهاست که رژیم رو حمایت میکنن اصلا اینها پایگزار این رژیم هستند اینها خودشون پایگزار این رژیم هستند اما میخوام بگم که ما خوشبختانه از تمام این سطها عبور کردیم این هست که دخترار ایران به راستی قوقای به پا کردن قوقای به پا کردن که ما از همه این سطها عبور کردیم و نشون دادن که نیازی به اپوزیسیون ندارند و میخوام که حواسمون جمع باشه حواسمون جمع باشه تا در دام نیفتیم به خصوص رسانه های فارسی زبان خارج از کشور با زرافت خاصی کارهای خودشون رو انجام میدن به نظر با شما هستن اما نیستند. مراقب باشید که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند. وقتی شما به اونها نیازی ندارید شما به تحلیلگر سیاسی نیازی ندارید آخه کدوم تحلیلگر؟ چه تحلیلگر سیاسی چه حرف درستی تا به حال زدن جز سرگرم کردن ما به اونها نیازی ندارید اونها را اصلا خاموش کنید بدون تردید پیروزی با شما خواهد ثابت کردید این رو که در دنیا بینظیر هست این به راستی در تاریخ ثبت خواهد شد آغاز اون هم همون دختر خانوم های شیراز بودن چند ماه پیش نوجوانان شیراز دختر خانوم های شیراز با سن ده دوازده سالگی چه قرشی برپا کردن و اون رو ادامه دادن و ادامه دادند و ژینا و بسیاری دیگه صدها نفر دیگه و امیدوار هستم که همه ما پشت سر دختران ایران باشیم و بدونیم که رهبر ما اونها هستند رهبر ما دختران ایران هستند سپاسگزارم واقعا این مثالی که راجع به ورزشکارها زدین خب کسانی که حالا از قدیم تو فرهنگ ما این ورزش کردن با پهلوانی عجین بوده و و یعنی این ش... به هر حال اینکه مثلا میتونی یه وزنه بزرگی بلند کنی یا فنای کشتی بلده یعنی اینکه خب یه قدرتش بیشتره و شجاعت و تالا داشته باشه که با این قدرت با این توان ترکیب بشه و بتونه بره حق مردم رو بگیره یعنی اصلا قرار نبود که فقط برن تو اون باشگاهشون مدال بگیرن که اون موقعی که مدال نمیدادن به کسی فقط برای این بوده که یک کسی بتونه از مردم دفاع بکنه توان بیشتری داشته باشه و الان متاسفانه در ورزش اینو یاد نمیدن به ورزشکارها پهلوان بودن رو یاد نمیدن الان پهلوانان ما همون دخترانی هستن که شما ازشون مثال زدین با اینکه به لحاظ توان فیزیکی شاید خیلی ضعیف باشن ولی شجاعت دارن دلشون واقعا دل شیره و میرن یه نفری با این میسن جلوی تمام این سرکوبگرا و جرئت دادن به بقیه حتی انقدر روحیه بخشه و در مورد هنرمندا هم واقعا بعد بهشون گفت ننگ بر شما یک حکومت ضد فرهنگی و ضد هنری سر کاره و شما لام تا کام هیچی نمیگین برای اینکه براتون یه کنسرت تو ترکیه یا دوبهی برگزار بکنن یا تو همین لس برگزار بکنن یه پولی به دست بیارین یک کلمه راجع به این حکومت ضد فرهنگی و ضد هنری حرف نمیزنین حکومتی که این همه محدودیت به وجود آورده این همه استعدادهای هنری رو تو ایران نابود کرده خود شما ها آقای شاد مهرعقیلی، آقای منصور شما اگه تو ایران بودین چیکار میتونستین بکنین اگه یه حکومت درست سر کار بود چرا الان صداتون در نمیاد چرا الان یه شعر یا موسیقی درست نمیکنین ضد این حکومت واقعا جای تاسف داره و از طرفی دکتر پروفسورها این همه درس خوندین و نمیدونم رفتین یعنی ای کاش تو این دانشگاه ها توی هاروارد توی برکلی توی ام آدم بودن یاد میدادن به جای اینکه حساب کتاب بهتون یاد بدن به جای اینکه نمیدونم دکتر جان شما نظرتون چیه راجع به این آدم بودن چقدر زیبا گفتید چقدر زیبا گفتید به راستی همینطور هست در دانشگاه های ما آدم بودن رو یاد نمیدن آدم بودن رو یاد نمیدن و باور کنید حتی در مورد مسائل بسیار مهم علمی من با آدم های کوچه و بازار با نوجوانان ایران که صحبت میکنم آدم حز میکنه آدم حز میکنه از شعور اونها که شعور دارند اما در مقابلش شما با این دکتر مهندسا که صحبت میکنید با این استادان دانشگاه که صحبت میکنید شما نگاه کنید همین آقای حسین نصر شما نگاه کنید همین آقای سروش واقعا بهترین واجهی که شایسته اونهاست خل هست یعنی واقعا خلوز هستن ذره نورون در مغز اینا نیست که کار بکنه فعالیت بکنه ذره شعور در مغز اونها نیست اما شما نگاه بکنید که چگونه اینجا اونجا همه جا حضور دارند و اینا تک و توک نیستن دکتر مهندس های خودمون هم همینطور هستم اما پیام من به اونها این هست که بدون شما دختران ایران پیروز خواهند شد امیدوارم که با شما باشه اما بدون شما هم پیروز خواهند شد اما اگر تار موی از سر اونها کم بشه بهای اون رو پرداخت خواهید کرد اینجا امیدوار هستم که خوب بشنون صدای ما رو پیروزی با ما خواهد بود اما اگر تار موی از سر اونها کم بشه بهای اون رو پرداخت خواهید کرد و به خصوص میدونم که مش زنان ایران وزن برداران ایران و کشتیگیران ایران به خصوص به فرهنگ پهلوانی آشنا هستند اما تاکنون اون رو شما اجرا نکردید و میخوام به شما بگم که در این صورت چیزی نیستید مگر پهلوان پنبه و باور کنید بلند کردن و پایین گذاشتن وزنه هیچ اهمیتی نداره در سرنوشت این کره زمین ما اما زمانی اهمیت پیدا میکنه که شما وزنه ای از جلوی پای دختران ایران بردارید شما وزنه ای از جلوی پای ایران بردارید اینجاست که شما باید نشون بدید که قهرمان سنگین وزن دنیا هستید نه اینکه وزن بردار جمهوری اسلامی بشید نه اینکه کشتیگیر جمهوری اسلامی بشید و باور کنید باور کنید یک شبه اگر پهلوانان ما اگر کشتیگیران ما همتی کنند تنها کشتیگیران ما ما که دیویستا 300 تا کشتگیر نداریم ما هزاران کشتگیر داریم اینا همه بیان توی خیابون و ایران ما رو نجات بدن پشت سر دختران ایران باشن شما نمیدونید که چقدر موثر خواهید بود هیچ کسی نمیتونه حریف شما بشه هیچ کسی حریف شما نخواهد شد امیدوارم وارد میدان بشید که پیروزی ما در گروی خودباوری است و امروز دختران ایران پسران ایران ثابت کردند که به خودباوری رسیدیم سرانجام و در گروی همبستگی است پیوند دست در دست هم دست در دست هم هیچ نگران اپوزیسیون و رسانه هم نباشید هیچ وقت به درد بخور نبودند در حال حاضر هم قرار نیست که به درد بخور باشند اونها یک وظیفه دیگری دارند که من رک و پوسکنده به شما بگم که شعبه دوم جمهوری اسلامی هستن دقیقا همینطوره یعنی اصلا اگر جمهوری اسلامی بیفته دکان اینام تعطیل میشه و اینا بیشتر دنبال این هستن که جمهوری اسلامی نگه دارن گول چند تا ویدیویی که در فضای مجازی پخش شده و شو همه مردم هم دیدن حالا اونام دارن پخش میکنن شما فکر میکنید چون اونا پخش میکنن پس دیگه اونا زده حکومت هستن نه اصلا اینطوری نیست و با یه تحلیل آبکی که میذارن رو همون ویدیو حواس شما رو به این موضوع دیگه پرت میکنن یکی از اتفاقاتی که افتاده من پیام گرفتم امروز از ایران راجع به اینکه مثلا چرا نیروهای نظامی نمیپیوندن به مردم و دارن یه تحلیلایی درست کردن مثل همون خرافاتی که قرار امام زمان ظهور بکنه حالا مثلا دارن میگن که آره قراره تا بهمن ماه این حکومت بیفته چرا ما از الان تا بهمن ماه باید سب بکنیم این همه جوونه دارن تو خیابون میزنن میکشن میبرن زندان شکنجه میکنن بلاهای وحشتناکی سرشون میاره چرا خب الان شما وارد میدان نمیشین این به خاطر اینکه همون اندیشه سنجشگر ندارن دکتر جان چون جوون ما زودتر به این رسیدن به این اندیشه سنجش کرد که دیگه منتظر این وعده وعیدا نشدن اومدن تو خیابون که حقشون رو بگیرن و الان جا داره که بزرگترا نشون بدن که یه ذره عقل تو کله بیان کمک کنن به این جوونا این جوونایی که فهمیدن با جمهوری اسلامی جز تیر روزی و بدبختی نداریم یه روز جمهوری اسلامی بیشتر بمونه ضرر میلیاردها دلار ضرر ما داریم میکنیم هر چه زودتر با جمهوری اسلامی سرنگون بشه شما صحبتی داری دارین در این زمینه دقیقا مگر همین جمهوری اسلامی نبود که دریاچه ارومیه رو به قطر رسوند مگر همین جمهوری اسلامی نبود که دریاچه بختگان رو اعدام کرد مگر همین جمهوری اسلامی نبود که رود کارون رو به دار کشید و زاینده رود رو که اونها هم ایرانی بودند زاینده رود ایرانی است کارون ما ایرانی است بنابراین سراغ شما هم خواهد اومد اعیان نشین ها دوست ها جیر خاران رژیم مزد خاران رژیم مزدوران رژیم سراغ شما هم خواهد اومد ایران ما در حال از بین رفتن هست و افشین جان باور کنید در فرانسه بسیاری از روزنامه های بزرگ این کشور صفحه نخست خودشون رو به دختران و پسران ایران اختصاص دادن صفحه نخست خودشون رو نه اینکه فکر بکنید که عاشق ما هستند چرا همین روزنامه لیبراسیون دو هفته پیش این کارو نکرد اصلا صداش در نمیومد اما امروز صفحه نخست خودش رو به اونها اختصاص داد چون اونها متوجه شدن که کار رژیم تمام هست جریان دگرگون شده اونها متوجه شدن چرا لوموند لوموند که این همه ادعای انسان دوستی داره صدای لوموند در نمیومد اما چرا الان صدای اونها در میاد تمام رسانه ها تا اون جایی که در روستاها از جینا صحبت میشه به خاطر اینکه دختران ما از همه پیشی گرفتن اینه که میخوام دختران و پسران ایران بدونن شما نیازمند به هیچ کسی نیستید اصلا نگران امریکا نباشید نگران این آقای بایدن نباشید آقای بایدن دوچار زوال مغزی است یک آدم فاسد هست همیشه فاسد بوده شما نگاه کنید به رفتار این آدم و اوباما چند سال گذشته اینا پول نقد رو سوار هواپیما کردن پول نقد استفاده شده اینا توی فیلم ها اون رو به سوئیس فرستادن یورو مارک سوئیس و دلار فر... امریکا دلار استفاده شده سوار جت کردن شبانه برای رژیم فرستادن چرا فکر میکنید مهم هست که ما بریم به سراغ این سناتور و اون سناتور اصلا به اینها نیازی ندارید چرا فکر میکنید اگر یک سلبریتی قرار گذاشته فرض کنید با سفیر امریکا در فلان کشور ما خوشحال بشیم که قرار این سفیر ما رو نجات بده نه خیل. اصلا هیچ اهمیتی اون آقای سفیر نداره هیچ چی نیست چرا فکر میکنید نظر آقای ترودو مهم هست ترودو تمام دزدان رژیم رو وارد کانادا کرده این که رازی نیست بر کسی پوشیده باشه میخوام به شما بگم که شما از همه اونها پیشی گرفتید ترس و وحشت ماکرون رو گرفته ماکرون رو ترس و وحشت گرفته مشکل نفت و گاز داره فرانسه مشکل زمستان خودش رو داره زمستان در راه هست و به شدت نگران رژیم هست از بین رفتن رژیم اما به خاطر شما به خاطر حضور شما رسانه های فرانسه رو مجبور کردید که صفحه نخست خودشون رو به زبان فارسی افشین جان به زبان فارسی زن زندگی آزادی به ایران اختصاص بدن یعنی شما از همه پیشی گرفتید به یک دلیل باوری. دیگه نیازی نداره که بگید آقا به فلان رهبر اپوزیسیون بگید بیاد ما رو نجات بده لطفا به رهبر اپوزیسیون بگید فراخان بده چه اهمیتی داره فراخان اینا هیچی نیستن هم میهنانم هیچ نیستن اصلا ول کنید اونها رو که کردید اونها رو به زبالدان بفرستید که فرستادید که فرستادید و زنده باد شما زنده با دختران ایران زنده باد پسران ایران و همین راه رو ادامه بدید همین راه رو ادامه بدید و وظیفه ما در خارج از کشور خونسا کردن شعبه دوم جمهوری اسلامی هست خونسا کردن این پلهای ارتباطی هست و این رسانه هاست در دام رسانه های فارسی زبان هم نیفتید که نخواهید افتاد و تحلیل های سیاسی اونها که میدونم اصلا به اونها گوش نمی کنید اصلا به اونها گوش نمی کنید اصلا براتون اهمیتی نداره که اینها چه کسانی هستند یا این فیلسوف های قرازه آخه نصر هم فیلسوف شد واقعا ننگ بر اون دانشگاهی باشه که به این آدم دو تا دیپلم بده آیا در مغز آقای عبدالکریم سروج ذره نورون هست باور کنید نیست ببینید من نمیخوام از خودم بگم من بسیاری دانشجوی پی داشتم باور کنید اینها که صحبت میکنن آدم اصلا خجالت میکشه مایه شرمساری هستند. همه مدرک های تقلبی دارن همه کارهایی میکنن که در هیته عقلی اونها نیست و اینها دشمن خردمندی هستند اینها دشمن اندیشه سنجشگر هستند اینها دشمن خردورزی هستند اینهاست که فردوسی ما رو هم نگران کرده بود که این همه اصرار داشت روی خرد و روی خودباوری که هر کدوم از شما یک پهلوان هستید در شاهنامه که شناسنامه ماست افشین جان شاهنامه جان ماست شاهنامه جان ماست در شاهنامه پهلوان همه شما هستید پهلوان زور بازو نیست پهلوان یه کشتیگیر نیست هی بیاد این ادا رو در بیاره تو شک رو بوس بکنه و زانو بزنه و دوره این کارها گذشته در میدانهای ایران زمین ایران رو ببوسید وزنه از جلوی پای مادران ایران بردارید زنان ایران بردارید آخه شما به چه روی به استادیوم ورزشی میرید شما خجالت نمیکشید با توپ بازی با توپ بازی که زنان ایران اجازه حضور در اون استادیوم ها رو ندارن بنابراین یادتون باشه دختران ایران پیروز خواهند شد و پسران ایران و ما فراموش نخواهیم کرد به شما هم هیچ نیازی نیست به شما هیچ نیازی نیست نه به اپوزیسیون نیازی هست نه به رسانه ها نیازی هست نه به این پهلوان پنبه ها و لات ها نیازی هست اما اگر تار موی از سر اونها کم بشه بهای اون رو پرداخ خواهید. بله، الان علی کریمی اومد از مردم حمایت کرد یعنی از ابتدای این جنبش اومد کنار مردم ایستاد و واقعا مردم هم صداش میزنن یعنی ببینید انقدر مردم زود میفهمند که کی همراهشونه کی پهلوانه، کی قابل احترامه من فقط میخوام بگم که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و این ننگ حرف نزدن یا کنار حکومت وایستادن بر پیشانی تمام این کسانی که الان ساکتن خواهد موند و مردم فراموش نخواهند کرد که کدوم هنرمندان اومدن کنار مردم و برای مردم خوندن موسیقی ساختن یا تئاتر اجرا کردن یا فیلم بازی کردن یا حرف زدن دهنشون رو باز کردن و حرف زدن برای مردم و کدوم هنرمندان هم نکردن کدوم دان... فیلسوف ها و پروفسورها و دکترها حرف زدن کنار مردم بودن کدوم ها نبودن و اصلا خبری ازشون نبود مردم یادشون نمیره من فقط خ... خواستم اینو بگم و آخرین حرفم اینه که واقعا این جوانان ثابت کردن که یعنی اینی که خود تو معجزه هستی خود تویی که وجود داری معجزه هستی این الان در عمل نشون دادن چون همین به صحنه اومدن مردم باعث شد که تمام قدرتمندان دنیا حواسشون برگرده به اونجا و موزهشون رو ذره ذره دارن عوض میکنن به خاطر اینکه مردم حضور دارن و وجود دارن شما اگه صحبت پایانی دارین با میشتم میبا بعدم خدافزی میکنم تایید حرفای شماست فقط با این با این خاطری کوچک تمام کنم من رفتم به یک روستای بالای کوه بالای کوه خیلی دور بود رفتن به اون هم آسون نبود و حدود 400-500 نفر توی این روستا زندگی می کند. در اونجا سخن از ایران بود سخن از شجاعت دختران و پسران ایران بود به خصوص دختران ایران دنیا رو تکون دادید دنیا رو تکون دادید زنده باد زنده, زنده باد شما که بدون تردید بدون تردید پیروزی با ما خواهد بود پیروزی دم دست ماست و ما با یک اردنگی ملی ما با یک فوت ملی با یک اردنگی ملی از دست این زهاک تاریخی راحت خواهیم شد این هست که شما رو زیبا کرده دختران ایران این هست که شما رو زیبا کرده که سرانجام ایران رو از شر صده ها یا به سرای راحت خواهید کرد ممنون هستم پاینده ایران بدوید.